خب به نام خدا و با یاد کسایی که راه رو هموار ساختن، فصل سوم از سری مقدمه بر باز به هنجارش هستیم. دو سری قبلی کاملا ضبط شده توی sitpur.org/inorm. بزنید، این شورتکاتیه که شما نمارد توی صفحه که ویدیوها رو میتونید پیدا کنید. خوشحال میشم ایمیل بزنید اگر سوالی بود. و یادآوری کنم که کردیت این کورس واسه سایمن ددوه. کورس به زبان انگلیسی موجوده توی سایت کامپلکسیتی اکسپلورر که زیر مجموعه سانتاف هست و هدف ما اینه که این کورس رو بومی کنیم و ارائه کنیم. خب مرور کنیم کاری که تا حالا انجام دادیم. چیزی که جلسه اول راجع به صحبت کردیم اینه که ما دنبال اینیم که دنیا رو ساده کنیم. ساده کردن دنیا هم به این معنیه که توصیف ها یا مشاهده پذیر هایی ما داریم که نیازه که توصیف های ساده تر از اون رو داشته باشیم. میتونه داده به شکل های مختلف باشه. مثلا نمیتونیم یه عکس با وضوح بالا رو برداریم، سادهش کنیم و به این فرایندی که از داده با وضوح بالا برسیم به داده با وضوح کمتر و یه جور فشرده سازی، ساده سازی انجام بدیم، به این کار میگیم درشتانی بندی، کورس کرین. و گفتیم که جلسه بعد که راجبه مدل ها حرف زدیم، دیدیم که اگر واسه این داده توی این مقیاس یه نظریه وجود داشته باشه و برای داده درشت‌تر یه نظریه وجود داشته باشه، ارتباطی که بین این دوتا نظریه هست رو توسط یه جریان باز به هنجارش میشه فهمید. یعنی اگر من یه مدلی داشته باشم که توصیف کننده داده ریز مقیاس هم باشه، اون موقع اگر این مدل باز به هنجار بشه به یه مدل دیگه، اون مدلی که داده که با یک روش متناسبی فشرده شده یا درشتانه بندی شده. روش هم که ما معرفی کردیم لاسی کامپرشن بودن، یعنی اینکه شما یک سری فرآیندهای فشرده سازی با اتلاف دارید، فرآیندهای شما جزئیات رو دور می‌ریزه و بازگشت پذیر نیستند. اتفاقی که میفته اینه که اگر ما یه سری دادهی که ساختار زمانی بهشون حاکمه مثل این رو بیایم ساده کنیم، به این معنی که اگر وضوح زمانی اینجا یک ثانیه باشه و من این وضوح رو نصف کنم و دو ثانیه بخونم با اون روشی که بهشون گفتیم دسیمیشن، یعنی من از هر دو تایی فقط اولی رو نگه دارم، اون موقع باید درست دونه بندی کردن این سری زمانی، این داده، مدل متناظر با این داده تبدیل میشه به یه مدلی که نسبت به مدل قبلی یک کمی فرق کرده. مثلا از R به P اینجا فقط یه فلش هست، ولی اینجا توی مدل باز به هنجار شده میبینیم که یه فلش رفته یه فلش برگشته، در صورتی که یکی از اینا نبوده. و وجود این ارتباط های بیشتر به معنی این که مدل کمی بغرنجتر شده و منظور ما از بغرنجتر تعداد این لینک ها یا این ارتباط ها بین این وضعیت های مختلف توی زنجیره مارکوف. دیدیم که با تغییر سایز درشتونه بندیمون این چیزا عوض می شد، اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که گاهی از اوقات توی استپ های بعدی این زنجیره ها ساده تر می شدن، گاهی از اوقات کمی بغرنجتر. و در نهایت دیدیم که اگر تا بی نهایت فرآیند کورس گرینینگ رو انجام بدیم، این مدل ما میفته توی یه اصطلاحا فیکس پوینت جاذب، نقطه ثابت ایستا، و دیگه وزن های روی این فلش ها روی این پیکان ها تغییر میکنه. و منظورمون این بود که پس از باز به هنجارش های متوالی، مدل در نهایت همگرا میشه به یه مدل خاص که ویژگیش اینه که تمام پیکان های وارد شده به هر استیت وزنشون یکسانه. و این به این معنی بود که منیفولد توصیف کننده فضای مدل هامون یه منیفولد کوچیک‌تر میشه. اینجا گفتیم که سیستممون 3 تا استیت داره، هر استیتی 3 تا پیکان ازش خارج میشه که احتمال گذاره، و چون احتمال گذار جمعش باید 1 باشه، برای هر استیت 3 تا حالت داریم و یک قید، یعنی برای هر استیت من 2 تا پارامتر آزاد دارم که در نهایت یه زنجیره مارکوف 3 تایی با 6 تا پارامتر توصیف میشه. و در حالتی که میافتیم روی فیکس پوینت، این منیفولد 6 بعدی، این فضای ابعادی ما تقلیل پیدا میکنه به فضای 2 بعدی، یه صفحه میشه. این کار بود که انجام دادیم و
راجع به چیز دیگه هم صحبت کردیم که اگر ما یه مدل داشته باشیم با بیشترین وضوح زمانی، یعنی یه داده‌ای دارم که فکر میکنم بیشترین وضوح ها داره و یکی الان پیدا شده به هم میگه که ببین من یک دیتا ستی دارم که وضوحش از داده تو بیشتره، یعنی داده تو باید فاین گرین بشه که بشه اون. حالا مدلی که این داده با وضوح بالاتر رو توصیف میکنه چی میشه؟ دیدیم یه اتفاقی میافتاد و این بود که برای اینکه بتونیم اون داده رو توصیف کنیم مجبوریم از کلاس مدل ها خارج بشیم و خروج از کلاس مدل ها یعنی اینکه زنجیره مارکوفمون به جای اینکه سه تا استیت، یعنی من یه مدل دو تایی بهتون نشون دادم دو حالته، بعد دیدیم تنها در صورتی میتونیم اون داده با وضوح زمانی رو توصیف کنیم که مارکوف چینمون به جای اینکه دو حالته باشه چهار حالته باشه، که به اون گفتیم یه زنجیره مارکوف مخفی. و این نکته برام خیلی نکته مهمی بود که هنگامی که من داده رو فاین گرین میکنم و برمیگردم به عقب، قصه فقط این نیست که مدل عوض میشه، یعنی پارامترهای مدل عوض میشه، در فضای مدل ها من حرکت میکنم. دیدیم که وقتی یه استپ برگشتیم عقب اصلا خود کلاس مدل هم عوض شد، به این معنی که گفتیم اگر شما یک مدلی داشته باشید در نظریه اقتصاد کلان، خیلی از اوقات مدل متناسب با اون در اقتصاد خرد میتونه چیز خیلی عجیب و غریب تر باشه که هیچ ربطی به اقتصاد کلان نداشته باشه و کسی که کارش اقتصاد کلان اصلا سر در نیاره. از امروز میخوایم وارد یه مدل دیگه بشیم، یه مدل دیگه از مدل های توصیف کننده و اسم اون اتومات های سلولیه، سلولار اتوماتون. ترجمه دیگه هم از این هست به اسم ماشین خودکار سلولی یا هر چیزی، به هر حال مهم نیست اسمش چیه، من بهتون میگم معنیش چیه. فرض کن که وضعیت یه سیستم رو من بتونم با یه رشته ای از صفر و یک ها توصیف کنم. فرض کن که مثلا من میگم این سیستم توی لحظه تی با این مجموعه از صفر و یک ها قابل توصیفه و میدونم که هر بار که این سیستم آپدیت بشه این ها هم عوض میشه. برای اینکه یک حسی پیدا کنیم راجع به پترن الگویی که بین اینا هست، من اینا رو میچینم توی یه سری خونه یا توی یه سلول هایی و راجع به این سوال میکنم که اگر شرایط اولیه یا نقطه شروع سیستم من این باشه، هر گام زمانی که میرم جلو این خونه ها چه جوری عددا تغییر میکنن، خونه ها میتونن 0 و 1 باشن. در حقیقت اتومات های سلولی یه مدل، یه سیستم دینامیکی گسسته است در زمان و در مکان. و اون موقع چیزی که برای من جذابه اینه که اگر در زمان تی این استیت سیستم باشه، خواهم در زمان تی به اضافه یک برسم به این. یادآوری کنم که توی فیزیک تحول زمانی سیستم توسط چیزی انجام میشه اسم همیلتونی. در فرمالیسم چه کوانتومی چه کلاسیک، و ما هر موقع همیلتونی داشته باشیم میدونم سیستم چه جور حرکت میکنه. همیلتونی راجبه یه جور governing equation، معادله که حاکمه به سیستم، هم میگه سیستم چجوری از تی به تی اضافه دی تی میره. وقتی سیستم ها گسسته میشن ما اصطلاحاً دیگه نمیگیم همیلتونی، میگیم update rule، قانون بروزرسانی استیت. ما این استیت رو با یه قانونی میتونیم آپدیتش کنیم به اون استیت در یک زمان بعد. اما از اونجایی که صفر و یک دیدن یه ذره از لازه دیدارید جالب نیست، بیایم به جای صفر بزنیم سفید، به جای یک بزنیم سیاه. و از این به بعد من وقتی راجع به اتومات های سلولی حرف میزنم با رنگ ها حرف میزنم که بتونیم چه اتفاقی بیفته. و الان سوال اینه که اگر این شرایط اولیه رو من داشته باشم، یه قانون به روزرسانی دارم که میرم توی گام بعدی. اما اتومات های سلولی میشه یه سری شرط ها روش گذاشت. من ساده ترین حالتش امروز خواهم راجعش بحث کنم، این که اگر تو لحظه تی این اینیشال کاندیشن باشه، شرط اولیه باشه، وضعیت این استیت که قبلا مشکی بود چیه. خیلی راه مختلفی وجود داره. این مدل اتومات های سلولی که من راجع به صحبت میکنم به این شکله که من یه خاصیت مارکوف بودن توی این سیستم کماکان دارم، به این معنی که وضعیت این خونه فقط به زمان قبل بستگی داره. یعنی که سیستم در یک گام زمانی قبلتر چیه به من اینو میگه و نیاز نیست که من گام های زمانی قبلتر رو بدم.
پس از اینجا سیستم حافظه نداره، سیستم مارکوف. اما فرقش با زنجیره با مارکوف چینا و زنجیره مارکوف چیه؟ این بود که زنجیره مارکوف گذار از استیتی به استیت دیگه یک فرآیند دترمینیستیک نبود، یه فرآیند تصادفی بود. اما من اینجا میتونم که دقیقاً قانونم کاملا مشخص و تعیینیه که اگر در گام تی وضعیت سیستم رو بدونم، هر کدوم از این خونه ها میدونم روشنه یا تاریکه، سیاهه یا سفیده، صفره یا یک. یک شرط دیگه هم میخوام بذارم و اونه که فقط همسایه مرتبه اول رو نگاه کنه. به این معنی که اگر من وضعیت این خونه رو بخوام، خونه جی در لحظه تی اضافه یک، فقط وضعیت خودش رو میخوام در گام زمانی قبلتر و همسایه چپ و راستش. حواستون باشه که این یک اتوماتای سلولی ساده یک بودیه. شما میتونید اتوماتای سلولی دو بودی داشته باشید، بزرگتر داشته باشید و و و و قانون به من میگه که اگر وضعیت این سه تا رو بدونی در گام قبل، در گام زمانی قبل، من میتونم بگم که گام زمانی بعد یک تابع یا یک قاعده وجود داره که این چی میشه. و حواستون باشه که ایکس های من یا صفر من یا یک، و اف هم یک قانون کاملا دیترمینیستیک تعیونیه. و حواستون باشه که وقتی من سه تا خونه دارم، هر کدوم دو حالت، یعنی که شرط اول من یه هش حالت هست و تابع من حالا باید این هش حالت رو ببره به حالتهای دو دو دوی، یعنی در نهایت تعداد تابعها یا تعداد قواعدی که من میتونم به عنوان یه جدول بنویسم که یه اینیشال کاندیشنی رو بگیره و یه خروجی بده چند تایه؟ دو توان هشت تایه. واسه همین توی یه اتوماتای سلولی یک بودی ساده کل قوانینی که میشه تعریف کرد به عنوان آپدیت رول که از یک استیت تحول زمانی پیدا کنه به استیت بعدی 256 حالت. واسه همین مردم قرارداد کردن که از F0 تا F255 اینا رو نامگذاری کنن و ما حالا یکم راجع بهشون صحبت. با عنوان مثلا قانون 90. قانون 90 یا قاعده 90 رول 90 میگه که اگر وضعیتش شما در گام زمانی قبلی 111 بود بذارید 0. اگر 110 بود بذارید 1010. این جدول رو داریم و این معنیش اینه که اگر اینجا 110 بود مشکی مشکی سفید بود، پایین بشه مشکی. پس اگر این قانون یه شرط اولیه این شکلی قرار باشه اعمال بشه، شرط اولیه من اینه که همه خونه غیر این وسطی سفیده و این قانون 90 رو میزنم، یه گام آپدیت میکنم سیستمو، این شکلی میشه. این خونه مشکی میمونه، مشکی میمونه، این سفید میشه، این سفید میشه، این سفید میشه. و مجددا میتونم این قانون رو بزنم، همینطور برم جلو و کم 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 یک طرحی اینجا ظاهر میشه و اون طرح اینه، اون چیزی که آشنای براتون بهش میگن مسلس سرپینسکی. و این خیلی برای ما جالبه. ببینید وقتی ما راجع به سیستم های پیچیده حرف میزنیم، یک چالشی که همیشه داریم اینه که توی سیستم های پیچیده ما با پدیده های برآمده روبرو هستیم. پدیده برآمده یعنی اینکه شما یک چیزی رو دارید در بزرگ مقیاس میبینید که توی قوانین ریز مقیاستون ننشسته. و حالا سوال اینه که چگونه ریاضیاتی میتونیم پیدا کنیم که اون اتفاقات بزرگ مقیاس رو توصیف کنیم. حواستون باشه که ما همیشه توی سطح پایین قوانین میکروسکوپیک داریم، نیروهای موضعی داریم و الان داریم راجبه یک گلوبالیتی حرف میزنیم، راجبه یک کلیت یا راجبه یک بزرگی حرف میزنیم توی سیستمی که هیچ ردی ازش پایین نیست. اتوماتای سلولی یه مدل سازی خیلی خوبه برای اینکه به ما بگه این پترن از کجا آمد. قاعده 90 قاعده خیلی خیلی ساده است، کاملا هم لوکاله، یه خط رو میخونه یه خط جنریت میکنه، همین و بس. هیچ نیروی بلند بردی توی این سیستم نیست، ولی این قاعده 90 یک طرح جالب فرکتالی برای من تولید میکنه. این برای من خیلی چیز جالبیه. حواستون باشه که اگر من شرط اولیه‌مو عوض کنم، شرط اولیه‌م قبلا این بود که همه سیاه نقطه سفید، یه برفتان سرپینسکی ترینگل شروع میکرد میرفت پایین. حالا اگر من شرط اولیه‌مو عوض کنم، دو تا سفید باشه بقیه سیاه، اتفاقی که میفته اینه که دوباره دو تا مثلث
شروع هم رفتن پایین دو تا ته و این ترها مثل دو تا موج شروع میکنه یه جایی با هم برهم کنش کردن و یه ترهای برهم کنشی ایجاد میکنه. من میتونم شرط اولیه‌ام رو عوض کنم، ترهای مختلفی ببینم و به ازای هر قانونی یه شکلی رو ببینم. یه قانون دیگه قاعده 90، قاعده 90 میگه که ورودی تو نگاه کن، اگه تعداد خونه‌های سیاه سیاه بود، تعداد خونه‌های سیاه فرد بود، سیاه کن بعدی. اینو میشه یه جور دیگه هم نوشت، میشه با یه اکس اورم نشونش داد. حالا اونایی که با ادبیات مثلا لاجیکال گیج و این چیزای کامپیوتر ساینس آشنان میدونن که یک اکس اور یا یه اکسکلوسیو رو میشه این شکلی نشون داد. آ اکسکلوسیو آر بی، صورت تحلیلیش اینه. یعنی که اگه این یک باشه اینم یک باشه، یا اگه این صفر باشه این صفر باشه، خروجی چیه؟ صفره. اما اگه این یک باشه این صفر، یعنی صفر باشه یعنی یک، خروجی یکه. قاعده 150 میشه اینجوری نوشت. قاعده 150 میگه که اینها رو به من بده، این قاعدت. اون موقع یا این شکلی دیگه، شما الان دو تا خونه مشکی میبینید، تعداد خونه‌های مشکی زوجه، پس پایین سفید. اون موقع من میبینم که شرط اولیه اینه که همه خونه سیاه، سفید، سفید، دوباره سیاه. من اینا هر یه گامی که ببرم توی زمان جلوتر، میبینم که دوباره یه سری شکلا شروع هنن تشکیل شدن و در نهایت یه همچین طرحی میبینم. شبیه هست به قانون قبلی ولی اون نیست. و قاعدتاً اگر شرط اولیه هم عوض کنم میبینیم که فرق میکنه. اگر من نقاط روشن رو زیاد کنم میبینید که در هم برهمتر میشه، و اگر شرط اولیه کاملا تصادفی بچینم میبینیم یه طرح خاموش و روشن عجیبی میبینیم توش. چند تا قاعده دیگه هم هست، قاعده های معروفی هست که خلاصه بهتون به ازای یک شرایط اولیه خاص، یعنی به ازای شرایطی که فقط دو تا خونه سفید باشه، میبینید که طرح‌های مختلفی ایجاد میشه. تفاوت 150 و 105 چیه؟ قانون 150 شما باید سه تا خونه تعداد خونه‌های سیاهتون فرد بود سیاه کن، این برعکسشه. یه تعداد خونه‌های سیاه زوج بود این کارا کن. ما می‌بینیم که این قانون به این سادگی یه سری طرح گورخری اینجا ایجاد می‌کنه که توی اون نیست. از طرف دیگه قانون وجود داره اسم 110 که تفاوت خیلی جالبی داره. طرح‌های قبلی تقریبا یه سری موج به صورت متقارن توی سیستم می‌فرستادن. نگاه کنید. اما این قانون 110 یه عدم تقارن جالبی داره که سبب میشه که اینها به این شکل برن رو پایین. این هم قانون 90. این کلیت چیزی که خوبه که بدون راجع به اتوماتای سلولی خیلی مفصل قصهش، در حد همین که اتومات چیکار میکنه بدونید، یه عالم حرف میشه روش زدم، یه عالم کورس روش رفت، ولی هدف من این نیست. هدف من اینه که یه ایده باز به هنجارش روی اینا بگم. اما قبل از اون یه چیز خیلی جالب میخوام راجع به قانون 110 بهتون بگم. قانون 110 یه قانون جادوییه. به چه معنا؟ به این معنا که قاعده 110 اصطلاحاً تورینگ یونیورساله. اگر شما بتونید یک کد پایتون فرض کنید، یکی کد پایتون رو تبدیل کنید به رشته خیلی بلندی از 0 و 1 که خیلی سخته این کار، ولی این در تئوری نشون داده شده که اگر شما بتونید یک کدی رو تبدیل کنید به رشته از 0 و 1 و اینو بندازید توی ماشین اتوماتای سلولی با قانون 110 رانش کنید، استپ با استپ میره جلو و یک کمی که صبر میکنید خروجی اون کدتون اون پایین ظاهر میشه. واسه همین ما به میگیم یه راهیه، یک روشیه برای اینکه شما بتونید یه ماشین تورینگ رو پیاده سازی کنید. یعنی که شما این شرایط اولیه رو میدید و اون براتون یه محاسبه رو انجام میده. نکتهش اینه که خب خیلی سخته که شما یه پرینت هلو پرینت چیز بزنید، پرینت هلو ورد رو بردارید تبدیل کنید به یه کد باینری، بندازید توی F110 و خروجش رو ببینید. اما اگر این کار بتونید انجام بدید، این پرکتیس قصهش فرق داره. اما نظریه به ما میگه که شما اینجا یه ماشینی دارید که تورینگ یونیورساله، براتون محاسبه رو انجام میده. این خیلی چیز جالبیه راجع به قانون 110. اولین بار فکر کنم 1980 خورده یا شاید هم 50 خورده یادم نیست، سن وولفرام این حدس رو میزنه که
راجب قانون 110 کامل بودن تورینگ برقراره، ولی نمیتونه اثبات کنه تا اینکه این اواخر فکر کنم 2004-2005 یا آقای به اسم کوک نشون میده که بله این قاعده، این عکس آقای کوکه، آقای ولفرام نیست، ولفرام همونیه که ماتماتیک رو ده. نشون میده که بله این یک ماشین تورینگه. این گوشه ذهنتون باشه تا بریم جلوتر و فعلا اینو قبول کنید که این قاعده 110 یک فرق با بقیه داره و اونه که شما به جای اینکه یک کامپیوتر داشته باشید، اگر یک رشته کد خیلی طولانی داشته باشید میتونید باهاش محاسبه انجام بدید. یه حد یه اگه بخوام یه حس کلی بهتون بدم، این یکی از یه اتوماتای سلولیه با اتفاقات مختلف. نگاه کنید یک سری پترن ها اینجا وجود داره، مثل این خط ما به اینا میگیم گلایدر، یعنی کوک گفته ما هم میگیم. این گلایدر میاد و با یک چیز از این سمت برهم کنش میکنه، یه تیکه رد میشه و دوباره گلایدر از این وقت خارج میشه و این ادامه میده. یه موقع دیگه هست که این گلایدر میاد، اگر یه کمی زودتر از اون برسه به این یکی، این یه استیشنری پترن ایجاد میکنه و میره پایین. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما بتونید شرایط اولیتون رو بندازید توی این ماشین، این ماشین کاری که میکنه اینه که انگار یه نواره که یه بار داره از روش میخونه، بعد مینویسه، دوباره از روش میخونه، مینویسه، میخونه، مینویسه و میره جلو. در حقیقت با این کارها داره عملیات محاسبه چیزی که شما خواستید انجام میده، کاری که یه کامپیوتر انجام میده. یه قصه کلی بگم راجبه این مسائل کامپیوتیشن. میدونیم که کامپیوتر ما در عمل از چیزی استفاده میکنه اسم رندوم اکسس مموری، رن، و به خاطر اینکه ما در عمل یه سری محدودیت هایی داریم، یه سری فرق های جدی دارن کامپیوترهای ما با یا ماشین تورینگ، چون اینا میتونن از بی نهایت حافظه و این حرفا هم استفاده کنن که مهم نیست. ولی این فعلا گوشه ذهنتون باشه و یه حس کلی راجع به اینها داشته باشید تا اینکه بریم سراغ ریاضیات بیشتر.